من شما آقای میبودی در برنامه های مختلفی که با هم داشتیم در مورد این مسئله صحبت کردیم که استیون هاکینگ به همراه عده دیگر در واقع همیشه در مورد آینده بشر و بشریت در کره زمین صحبت کرده و حتی پیشبینی‌هایی که هاکینگ کرده بود این است که در بهترین حالت ما میتونیم 300 سال در این کره دوام بیاریم. بنابراین یکی از راه‌هایی که او همیشه پیشبینی میکنه این هست که ما باید بریم به سمت استعمار و ساختن ساخت و سازهایی در دیگر سیارات و در دیگر کرات. حالا مسئله این هست که تا جایی که معلومات امروزین ما داره به ما اجازه میده، هرچقدر که ما گشت و گذار بیشتری رو در منظومه خورشیدی خودمون انجام دادیم، بیشتر متوجه این شدیم که هیچ کدوم از سیاراتی که در این منظومه خورشیدی قرار دارن، به غیر از همین کشتی که داره ما رو میلیاردها سال و انسانها رو برای نزدیک 2 میلیون سال همراه خودش میبره، توانایی پرورش و رشد حیات رو نداره. حالا این روزا البته صحبت از این است که شاید چند تا از قمرهای سیارات دیگر مثل قمرهای گالیلئی سیاره مشتری یا هرمزد اونها این توانایی رو داشته باشن. اما حالا یک ایده جالبتری پیدا شده، این است که ما این امکان رو داشته باشیم که بریم به نقاط دور دست از ما و بریم کهکشان خودمون رو با در طول عمر انسانی خودمون این امکان رو داشته باشیم که مورد کاوش قرار بدیم. طرح بزرگی که به کمک یوری میلنر که یک میلیاردر اساساً روسی تبار ولی از کسانی است که در همون بعد به تشکیل فیسبوک او سرمایه گذاری رو کرده بود، در خودش هم رشته فیزیک رو میخوند، دوره دکترای فیزیک رو و بعد این رشته رو رها میکنه و الان او به یک کارآفرین تبدیل شده و همینطور که میدونیم سالانه هم جایزه هایی رو به فیزیکدانانی میده که امکان دریافت جایزه نوبل فیزیک رو به خاطر فاصله‌ای که تکنولوژی از کارهای اونها پیدا کرده داره اهدا میکنه. شانس گرفتن یه جایزه وسیله ایرانی هم هست نیست؟ یک دانشمند ایرانی. یکی از کسانی که احتمال بردنش هست استاد کامران وفا هست که چند سالی است که صحبت این نامزدی ایشون بوده و تا 5 سال این نامزدی ادامه خواهد داشت. الان 2 سال از اون گذشت یا 1 سال خورده گذشته، بنابراین در 4 سال آینده همچنان استاد کامران وفا که استاد فیزیک نظری و متخصص نظریه های ریسمان ها هست در دانشگاه هاروارد، این بخت و اقبال رو داره که یکی از برندگان این جایزه باشه. کامران وفا شخصیت بسیار شناخته شده علمی است در زمینه فیزیک. من هم این بخت و اقبال رو داشتم که از او بسیار بیاموزم و در چند پروژه با او همکاری داشته باشم. بله، این باعث افتخاره که کسی مثل کامران وفا اسمش مطرح هست که ممکنه برنده جایزه بنیاد که یوری میلنر بنیانگذاری کرده باشه. این طرح جدید و خود استیون هاکینگ جز اولین کسانی بود که این جایزه رو برد، جایزه 3 میلیون دلاری، یعنی در واقع 3 برابر جایزه نوبل فیزیک هست که نزدیک 1 میلیون دلار و بعد جایزه نوبل فیزیک رو میدونید معمولا بین 2 یا 3 نفر تقسیم میکنن، برای همین ارزش مالی این طرح خیلی جالب توجهه، گرچه خب هنوز پرستیژ جایزه نوبل رو نداره ولی این حس رو داره که برای کسانی مثل مثلا هاکینگ، مثل ادوارد ویتن که از پدران نظریه ریسمان ها هست، اینها چون کارهایی که کردن هنوز ما از نظر تکنولوژیکی نتونستیم به جایی برسیم که بتونن اونها رو به محک آزمون بگذارن،
او این جایزه رو داره میده که در واقع یک جوری جبران مافات جایزه نوبل رو کرده باشه. نوبل فقط به شرطی میده که نظریه اثبات شده باشه. دقیقاً نظریه از لحاظ تجربی مورد تایید قرار گرفته باشه. و چون در مورد این نظریه ها بسیار هنوز از نظر تکنولوژیکی سخت هست که بشه اینها رو در یک آینده نزدیک به محک آزمون گذاشت و اینها رو مورد آزمایش قرار داد، این هست که این جایزه مختصر برای کسانی قرار گرفته که در آینده نزدیک امکان این که بتونن جایزه نوبل رو بگیرن نداره. دوستان یاری به همین علت هم هست که هاوکینگ با اینکه ازش به عنوان جانشین گالیله یاد میکنن هنوز به جایزه نوبل ندادن؟ دقیقاً آقای میبودی، برای اینکه یکی از کارهای بزرگ هاوکینگ پیشبینی تبخیر به اصطلاح ما اصطلاح هم بهش میگیم تبخیر کوانتومی سیاه‌چاله هاست که او پیشبینی میکنه که سیاه‌چاله ها بسته به جرمی که دارن در پایان عمرشون برخلاف اون چیزی که ما پیش از این تصور میکنیم که سیاه‌چاله ها ابدی هستن، سیاه‌چاله ها هم ابدی نیستن، بلکه اونها هم تبدیل به خاطر قوانین فیزیک کوانتومی که همراه میشه با قوانین ثقل و گرانش و یکی از نخستین گام ها رو هاوکینگ برداشته، اینها نهایتا تبدیل به انگار که بخار بشن، این آبی که شما بگذارید در توی اتاقتون، خب بعد از یه مدتی آب از بین میره برای اینکه تبدیل به بخار هوا شده. این اتفاق در مورد سیاه‌چاله ها میفته، البته با یک سازوکار بسیار پیچیده تری و سیاه‌چاله ها تمام انرژیشون تبدیل به انرژی تابشی میشه و نهایتاً بخشی از اون خلأ کوانتومی که در آینده بسیار دور کیهان قرار داره خواهند شد. خب این ما تا به امروز نتوانستیم تابش هاوکینگ رو از سیاه‌چاله ها ببینیم. یکی از دلایلش این هست که سیاه‌چاله ها با توجه به جرمی که دارن خیلی مدت زمانی بیشتر از طول خود عمر خود کیهان ما احتیاج برای دارن که این تابش براشون قابل توجه باشه. پس به یک معنی ما هنوز امکان بررسی عملی این تئوری هاوکینگ رو نداریم. برای همین هم هست که هاوکینگ یکی از اولین کسانی بود که جایزه یوری میلنر رو گرفت. حالا آقای یوری میلنر به همراه همونطور که شما به درستی گفتین مارک زاکربرگ که بنیانگذار فیسبوک هست طرحی رو گذاشتن به نام ستارشات، شلیک به ستارگان، که قرار هست که یک ربات مثل این چیپ یا تراشه های کامپیوتری که الان در اکثر این تلفن های همراه هوشمند ما وجود داره و به اندازه یک گرم، برای همین هم به اینها در واقع مینی ربات هن یا بهشون میگن نانو ربات چون سایز مینی هم کوچیک‌تر هن، نانو ربات هن یک گرمه، قرار هست که این با کانونی کردن نور خورشید به سمت این ربات این رو بتونن در بهترین حالت، میدونیم که نظریه نسبیت خاص اینشتین میگوید که هیچ وقت ماده نمیتونه با سرعت نور حرکت کنه، میتونه بسیار به سرعت نور نزدیک بشه ولی هرگز به سرعت نور نخواهد رسید. بسیاری از این فواصل بسیار بزرگی که ما الان در کیهان داریم علتش این هست که تکنولوژی ما این اجازه رو نمیده این فواصل بسیار زیاد رو در فاصله زمانی کوتاهی طی کنیم. این فاصله البته 4 سال نوریه. مثلا فکر کنید همین 4 سال نوری که نزدیکترین سیستم ستاره‌ای به ما هست، آلفا قنطرس، که از 3 ستاره آلفا قنطرس الفا و یا ای و بی و سی تشکیل شده در واقع، اینها به نظر میاد که یک سیستم، اولا ما فکر میکنم یک ستاره هست، مدرنا متوجه شدیم یک ستاره دوچایی است، ولی به نظر میاد که یک ستاره در واقع مجموع ستاره ستایی ما داریم، یک مجموعه پیچیده تری از ستارگان رو داریم که فاصله متوسطشون این ستارگان از ما 4 سال نوریه. اگر ما با اون تکنولوژی اسم از کجا اومده؟ اسم آلفا سنچوری از کجا اومده؟ آلفا قنطرس، اینها در واقع برمیگرده به همون نجوم دوره قدیم
پیشگامان نجوم ایران و دانشمندانی که مسلمان بودند، اونها این ستاره رو رصد کرده بودند و به این ترتیب هم ثبت و ضبط شده بوده. از دوره باستان این رو به ستاره آشنایی داشتن، ولی فقط ما در دوره بعد از اختراع تلسکوپ بود که متوجه شدیم این یک ستاره نیست، بلکه مجموعه ای از سه ستاره است. و تا پیش از اون به عنوان فقط یک ستاره این رو ما در نظر می گرفتیم. آدم این... افسوس میخوره آقای دکتر نیری ها که این علم ستاره شناسی ما تا کجا پیش آمده، یه باری همه چی متوقف میشه. ببینید من دیگه... واقعا همین هفته پیش راجع به مسئله صحبت کردم که ما آخه چه معنی داشته که در مورد اخترشناسان قدیم وقتی ما صحبت میکنیم میگیم دوران پیش از تلسکوپ، پس اینا چطوری میتونستن این رصدها رو انجام بدن؟ اولا اخترشناسان اون زمان به خصوص اخترشناسان ایرانی ما بسیار چشمان قوی داشتن، یعنی اینها توانایی این رو داشتن که با چشمان غیر مسلح بدون عینک بدون تلسکوپ ستاره های آسمان رو ببینن و اصلا یک ترتیبی که یک زمانی برای اینکه بشه فهمید چشم کسی قوی هست یا نیست این بود که ببینن ستارگان رو با چه قدری اصطلاحاً، قدر یک اصطلاحی در نجوم هست که هر چقدر در واقع کمتر باشه یعنی روشنایی اون ستاره بیشتر هست. و فرض کنید ما الان پرنورترین ستاره های که میشناسیم ممکنه قدر منهای 19 و منهای 20 داشته باشن، در صورتی که چشم غیر مسلح، چشم سالم غیر مسلح میتونه تا ستارگان قدر 6 رو ببینه. داره. و از اگر 7 و 8 و 9 و 10 به بالاتر باشه دیگه ما حتما اونا رو باید با تلسکوپ ببینیم. خود شما باز امتحان کردید، تست کردید خودتون چشمای خودت؟ خب متاسفانه آقای میبودی میدونید که عینک میزنم، ولی خب من احتمالاً در بهترین حالت میتونم ستاره های قدر 2 رو ببینم. درست. از اون ضعیف‌تر باشه دیگه نمیتونم ستاره ها رو ببینم. ولی مهم این است که اینها میرفتن در زیج میشستن در اون رصدخانه های پیش از دوره تلسکوپ و با استرولاب و دیگر وسایل نجومی که داشتن اینها میتوانستن با دقت بسیار بسیار زیادی بود اصطلاحاً بود و میل ستارگان رو تعیین کنن. درست. بود و میل رو اگه من بخوام بهتون مثال بزنم شبیه طول و عرض جغرافیایی است که مثلا ما برای هر شهر محل سکونتمون میتونیم تعریف کنیم. جلد. و فرض کنین یک کسی مثل عبدالرحمن صوفی رازی در قرن 4 هجری نزدیکای فرض کنین قرن 10 میلادی این توانایی رو داشته که 6600 ستاره رو فهرست بندی بکنه با دقت بسیار بسیار زیادی که بعداً مورد استفاده اخترشناسان غربی در اروپا قرار میگیره، برای اینکه اون کتاب که سوبر الکواکب باشه یا بوک آف فیکس ستارز، کتاب به اصطلاح ستارگان ثابت در اون زمان بهش میگفتن، با دقت عجیب و غریب این اتفاق افتاده و برای همین هم هست که نام عبدالرحمن صوفی رازی در لاتین برای اینکه به او میگفتن اصوفی ازوفی ثبت شده. دوستان اگه در هر موتور جستجوی نام ازوفی رو تایپ بکنن و پیجویی کنن میتونن ببینن که او چه شخصیت گرانقدری بوده و چقدر مورد توجه غربی ها بوده و به همین دلیل هم هست که در نقشه هایی که از ماه تهیه شده 6 تا از گودال های عوض میخوام بزرگ در روی ماه رو به نام عبدالرحمن صوفی رازی یا ازوفی نامگذاری کردن. نام بیرونی و ابن سینا رو هم البته میتونیم ببینیم، ولی جالب سهم عبدالرحمن صوفی رازی بیش از هر اخترشناس دیگه ایرانی در این مورد مورد توجه قرار گرفت به خاطر نقش بسیار عمده‌ای که در تعیین موقعیت آسمانی این ستارگان داشته. و او همینطور که پیشتر هم گفتم اشاره میکنه به یک توده سماوی یا آسمانی که او بهش زن به زنجیر بسته امرأت المسلسله نام برده که در لاتین به اون میگن اندرومدا
که بعدا متوجه شدیم اون نزدیکترین کهکشان به کهکشان ما هست، حدودا 2.5 برابر کهکشان ماست و با یک سرعت سرسام‌آور نزدیک 600 650 کیلومتر در ثانیه داره به کهکشان ما نزدیک میشه و حدود 5 میلیارد سال دیگه این دو کهکشان با هم دیگه برخورد خواهند کرد. شبیه‌سازی‌های کامپیوتری هم در این زمینه انجام شده که نشون میده پس از برخورد این دو کهکشان ما کهکشان جدیدی رو خواهیم داشت و یک سری کهکشان‌هایی که بهشون میگیم کهکشان‌های کوچوله که به صورت قمر به دور این کهکشان اصلی خواهند چرخید. ولی شما باز میتونید ببینید که افتخار کشف این کهکشان برمیگرده به دوره پیش از تلسکوپ و شما میبینید که در موتورهای جستجو میگویند که اولین کسی که این کهکشان رو کشف کرده اخترشناس ایرانی عبدالرحمن صوفی رازی است که در رصدخانه شیراز و بغداد در دوره دیلمیان، در واقع سلسله دیلمیان، او مشغول به کار بوده و این کار را انجام داده. بله متاسفانه ما سهم بسیار بزرگی رو در نجوم بازی کردیم و پیشتر هم راجع به مسئله اشاره کردیم که بی‌اعتنایی ما به نجوم باعث عقب افتادگی ما به نظر من از علم و منطق و هر نوع گشایش حتی اجتماعی شده. یادمون باشه که این کوپرنیک بود، پیش از هر مصلح دیگر دینی، پیش از هر نوع حرکت اصلاح طلبانه اجتماعی، فلسفی و دینی، این کوپرنیک بود که پایه‌های کلیسا رو لرزان با کتابی که 20 خورده‌ای سال بعد از مرگ او به چاپ رسید توسط شاگردش که نشون میداد مدل زمین مرکزی که کلیسا و واتیکان بهش باور داشت و برای سالهای سال هر کسی که خلاف این رو میگفت مورد شکنجه قرار میگرفت، مورد آزار قرار میگرفت، رو اینها مجبور شدن که در واقع این پایه‌ها و این ستون‌ها بلرزه و مجبور شدن که عقب نشینی کنن و نهایتاً این راه باز شد برای این انقلاب علمی، راه رو باز کرد برای انقلاب‌های فکری، انقلاب‌هایی که منجر به اصلاحات دینی شد و نهایتاً به رنسانس اروپایی انجامید. متاسفانه این مسیر در ایران و کل اون منطقه خشک میشه و ما بی نصیب میمونیم از پیمودن راه علمی. ما متاسفانه که سابقه زیادی هم در فلسفه نداشتیم و به این ترتیب گرفتار شخصی به اسم محمد غزالی میشیم و گرفتاری های بعدی. ولی به هر حال برای اینکه برگردیم به اصل مطلب، این مجموعه سگانه ستاره‌ای نزدیکترین مجموعه است که به ما قرار داره. متوسط 4 سال نوریه از ما فاصله 4 سال نوری یعنی چقدر؟ چند تریلیون کیلومتر؟ حدود 40 تریلیون کیلومتر میشه این. 40 تریلیون کیلومتر. خب وقت مکانیزم شلی که به اصطلاح این ژن انسانی به سمت ستارگان به چه طریقه؟ خب ببینید الان چند تا طرح هست. ما میدونیم که امکان این که فرض کنین 7 میلیون 10 میلیون حالا در آینده میگویند تا 2030 یا 2050 جمعیت زمین به 10 میلیون نفر خواهد رسید. 10 میلیارد. عذر میخوام 10 میلیارد نفر خواهد رسید. 10,000 میلیون. خب طبیعتاً ما اصلا چنین امکانی رو نداریم که بتونیم کل جامعه انسانی رو و حتی جانورانی که مثل داستان نوح لازم باشه که اینها با خودشون ببرن، چنین چیزی امکان پذیر نیست. برای این طرحهای متفاوتی است. ببینید طرح هاکینگ از این جهت حائز اهمیته که ما اگر این فاصله 4 سال نوری رو میخواستیم با فرض کنید که فضاپیمایی که در وایجر 1 و 2 که در دهه 70 به فضا پرتاب شده بریم، برای اینکه شاید هنوزم دوستان نتونن درکی داشته باشن که این 40 تریلیون کیلومتر چقدر هست، بگم که ما 269,000 سال وقت لازم داریم که وایجرها بتونن همین مسیر 4 ساله نوری رو طی بکنن. اگر با تکنولوژی امروزه بخوایم این کار رو انجام بدیم
و با یک تمهیدات خاصی. این فاصله در عمر 160 هزار سال میتونه انجام بشه، ولی همه این اعداد بسیار بزرگتر از تمدن انسانیه. ما اگر فرض کنیم انسان متمدن حدوداً از 20 هزار سال پیش که تونسته انقلاب کشاورزی رو بکنه دارای تمدن شده، هنوز ببینید که 160 هزار سال یا 260 هزار سال 8 برابر در حالت اول بزرگتر از طول عمر تمدن انسانیه. اما این طرح هاکینگ بسیار خیره کننده است، برای اینکه این نانو ربات ها امکان این رو دارن که در با سرعت 20% سرعت نور حرکت کنن، 1/5 سرعت نور. بنابراین 4 سال نوری رو شما ضرب در 5 بکنید، 20 سال دقیقاً در طول عمر انسانی ما قرار میگیره. حتی ما لازم نیست کاری رو بکنیم که فرض کنیم فرزندانمون و نوادگانمون ببینن. در طول عمر خود ما میتونیم شاهد این باشیم که این نانو ربات برسه به این سیستم، بتونه به مخابره اطلاعات و عکس‌های لازم بپردازه. یادمون باشه که وقتی که 20 سال بعد اونجا برسه، در بهترین حالت 4 سال هم طول میکشه تا اون اطلاعات با سرعت نور به ما برسه. یعنی 24 سال در بهترین حالت طول میکشه که ما این اطلاعات رو داشته باشیم. معمولا 2 سال هم طول میکشه اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره. بنابراین در یه بازه ربع قرنی ما این امکان رو داریم که بتونیم اطلاعات خیلی خوبی داشته باشیم از یک فضای ناشناخته جدید. اگر مشخص بشه که اونجا سیاره‌ای وجود داره که این امکان رو داشته باشه که فرض کنید بشه حیات رو درش پرورش داد، اون موقع یکی از فکرهایی که میشه کرد این هست که به جای اینکه انسانها رو به اونجا منتقل بکنیم، ما ژن انسانی رو به اون طرف منتقل بکنیم و در واقع نسل بشر به طور غیر مستقیم در یک نقطه دیگری از عالم ادامه پیدا بکنه به جای اینکه کل بشریت به اون سمت منتقل بشه. البته حالا یعنی هدف حفظ گونه انسانی، البته من این کار نمیبینم، ولی به هر حال مثل که تو چه نگری داره ژن انسانی حتما ادامه پیدا بکنه. تو چه نگری عزیز، این آقا استیون هاوکینگ هیچ گفته که دلایلی که اون حدس میزنه که گونه انسانی در 100 سال 200 سال یا حد اکثر 300 سال آینده کاملا منقرض بشه چیه؟ گرمایش زمین بیشتر اشاره هست. مسلما بیشترین دلیل رو گرمایش زمین بهش ازش نام برده. مسئله ساعت اتمی هست، اینکه ماها چندین بار از یک واقعا یک فاجعه بزرگ اتمی، جنگ اتمی فاصله داشتیم و با یک بخت و اقبالی از اون تونستیم جان به سلامت به در ببریم. ما منظورم کل بشریت هست، چون میدونید میزان ذراتخانه های اتمی اونقدر هست که میتونه 80 بار زمین رو نابود بکنه. از طرف دیگه ما امکان این رو داریم که الان به لحاظ آماری در بازه زمانی قرار گرفتیم که میتونه یک جرم سماوی، یک جرم آسمانی شبیه یک دنباله دار یا یک سیارک بزرگ میتونه تمدن زمینی رو نابود بکنه، شبیه اتفاقی که 65 میلیون سال پیش افتاد. به لحاظ آماری این اتفاق میتونه هر 100 میلیون سال یک بار بیفته. بنابراین چون ما الان 65 رو رد کردیم، در از لحاظ آماری در بازه زمانی قرار داریم که میتونه این احتمال بیشتر باشه. و همونطور که باز یه بار دیگه با هم دیگه صحبت کردیم، بزرگترین خطر، خطر در واقع بیماری های ناشناخته ای هست که میتونه به صورت فراگیر و اپیدمیک در بیاد که هنوز بشر هیچ راه چاره ای براش نداره در واقع. خلاصه این که حیات ما در روی زمین واقعا به یک موی بنده. تا به حال بخت و اقبال ما بوده، در این حال تاریخ به ما نشون داده که ما 5 دوره انقراض بزرگ رو زمین از سر خودش گذرونده. در آخرین دوره انقراض بیش از 99% موجودات از بین رفتن. حاصل اون به وجود آمدن موجود جدید خودخواه
خیره سری بود به نام و طمع کار آزمن به نام انسان. ما الان بر اساس همه شواهد دوره ششم انقراض شروع شده، گرمایش زمین، انسان با کشت و کشتارهای بی‌رویه‌ای که از گونه های دیگر موجودات در روی زمین انجام داده، بسیاری از گونه ها در واقع از بین رفتن و راه انقراض دوره ششم تسریع شده با دخالت انسان. و کافی است که یک بیماری بیاد که ما واقعا علاجی برای اون نداشته باشیم. درست. همه اینها باعث شده که هاکینگ، ایلان ماسک و کسانی چون این دو به این نتیجه برسن که ما در یک خطر بسیار بزرگی از در آثاری خطر. تشکر میکنم آقای دکتر. خواهش میکنم. نیری عزیز، سپاسگزارم، بسیار آموزنده بود. ساعت اتمی هم یادم باشه هفته آینده با ایشون صحبت بکنیم. در سال 1947 که این ساعت نمادین پدید میاد، 7 دقیقه داریم تا ساعت 12 شب. این ساعت هم شد 5 دقیقه. متاسفانه در این فاصله باز 2 دقیقه کم شد. ما فقط 3 دقیقه تا یه حادثه اتمی بیشتر فاصله نداریم. هفته آینده با دکتر نیری عزیز در این باره صحبت میکنیم. تشکر میکنم.